به نام خدا، ادامه بحث امارانجی رو دنبال میکنیم. تو این جلسه میخوایم که امارانجی پریفرال رو مورد بررسی قرار بدیم. یکی از پروتکل ها و روش هایی که استفاده میشه برای امارانجی پریفرال تی دایمنشنال، یکی چی تریگر تریسپینکل هستش که پایریزی شده روی نان کنتراست اماری. توی روش های تاف و فیس کنتراست اماری همونجور که توضیح داده شد، FOV توی این روش ها خیلی ملاکه، یعنی FOV ما باید کوچک در نظر بگیریم. به خاطر همه معمولا برای گردن و بره معمولا دیگه استفاده میشه، و اگر ما بخوایم FOV های بزرگتر رو در نظر بگیریم، ناچاریم که دنبال پروتکل های جدیدی باشیم که بتونه این کار رو انجام بده. دلیلی هم که معمولا حالا تاف اماره یا فیس کنتراست اماره نمیتونه توی FOV های بزرگ عمل کنه به خاطر زمان طولانی اونو هستش، چه توی برین چه تاف چه فیس کنتراست اماره هلوش 7-8 دقیقه زمان میگیره که این کار رو بتونه انجام بدیم، حداقل 7-8 دقیقه. پس اگر ما بخوایم که برای اندام های بزرگتر این کار رو انجام بدیم، مطمئنن زمان طولانی تری رو باید براش در نظر بگیریم، و اگر حین کار بیمار حرکت بکنه و یه موشن آرتیفکت داشته باشیم، کلا کیفیت تصویر به هم می‌ریزه و نمیشه دیگه کاری انجام داد. به خاطر همین دنبال تکنیک هایی هستن که زمان کمتری رو نیاز داشته باشه و بتونن با اون راحت‌تر عروق پریفرال رو به تصویر بکشن. خب پس یکی از این روش هایی که استفاده میشه 3D EKG Trigger Tubular Echo هستش، که توی این روش میان و فرش بلاد ایمیجینگ رو به تصویر میکشن. برای این کار ما یه لارج FOV در نظر میگیریم، حالا با توجه به انداممون، اگر میخوایم که حالا اندام فمور باشه، ساق باشه یا کامل باشه، ما یه لارج FOV رو در نظر میگیریم. و این تکنیک با توجه به EKG یا ضربان قلب که خودش رو باید سینکرونایز بکنه باهاش و تصویر برداری رو انجام بده، یعنی ما هم تصویر برداری میخوایم که توی پیک سیستول انجام بشه و هم توی پیک دیاستول. پس ما باید اول بتونیم یک EKG خوب داشته باشیم، یک EKG نرمال داشته باشیم، و دستگاه بتونه لحظه پیک سیستول و لحظه‌ای که ما حد اکثر دیاستول رو داریم تشخیص بده، و این دفعه توی این دو نقطه بیاد تصویر برداری رو انجام بده. برای این کار ما توی سیستولیک ایمیج هایی که داریم، یعنی تصاویری که توی پیک سیستول گرفته میشه، توی این لحظه شریان آرتری حد اکثر شریان رو داره، ما در واقع فاس آرتریال فلو رو داریم. پس این فاس آرتریال فلو یعنی دیفیزینگ حد اکثر، چون شریان خون خیلی سری داره اون مسیر رو طی میکنه و همین حرکت سریع اون یعنی دیفیزینگ. پس این باعث میشه که خون به رنگ تیره دیده بشه. ولی توی دیاستول یا دیاستولیک فیز مطمئنن سرعت جریان خون توی شریان ها هم کند میشه، و همین کند شدن سرعت جریان خون توی فاز دیاستول باعث میشه که توی اون لحظه خون به رنگ برایت یا به رنگ روشن دیده بشه. توی وینس فیز یا واقعا فاز وریدی رو که میخوایم کنترل بکنیم، در هر دو صورت چه توی سیستول و چه توی دیاستول، چون جریان خون آهسته ای داره، در هر دو صورت شریان در واقع خونای وریدی به صورت برایت نشون داده میشن، و استیشنری بک گراوند هم به همین صورت. کل بافت بک گراوندی که ما داریم چون حرکتی ندارن، پس در هر دو صورت چه سیستولیک فیز چه دیاستولیک فیز به صورت روشن دیده میشن، و تنها تفاوتی که الان ما داریم فقط فاز شریانی اون هستش. پس گفتیم توی دو تا فاز تصویر برداری میشه، یه دیاستولیک و یه سیستولیک. الان دو تا تصویری که تهیشه روی هم سابترک میشه، و آنهایی که شدت سیگنالشون توی هر دو تصویر شبیه هم باشه، خب چون سابترک میشه از بین میره، هیچ نشون نمیدن. تنها در واقع بافتی که برای ما دیده میشه شریانی، در واقع خون شریانی هستش که ما داریم میبینیم، چون توی سیستول که جریان خون خیلی سریع بوده، سریع دیفیزین براش اتفاق شده، اتفاق افتاده، به صورت تیره مشاهده میشه، و توی فاز دیاستولیک به صورت روشن. سابترک کردن اونها باعث میشه که ما سیگنال روشنی رو از عروق شریانی داشته باشیم، در حالی که کل بافت ما الان
به علتی که شدت سیگنالشون کاملا یکسان بوده سابترک میشن و سیگنالشون از بین میره. در واقع این پروتکل کاملا همون DSA گرفته شده، در توی آنژیوگرافی هم همین سابترک به همین طریق انجام میشه. الان میایم روی این شکل دنبال کنیم که ببینیم چه اتفاقی میافته. قبل از اینکه تصویربرداری آغاز بشه و فاز سیستولیک و دیاستولیک توی این دو تا فاز تصویربرداری انجام بشه، بدن میاد در دستگاه میاد شروع میکنه به تصویربرداری کردن در ابتدا و میاد توی یک فاز کامل یک سیکل غربی تصویربرداری رو انجام میده تا بتونه فاصله بین حالا QRS و یا همون T رو قشنگ میتونه مشخص بکنه. بیاد فاصله که در لحظه که الان ما یه پیک قلبی داریم بیاد قشنگ بیاد بگه خب من الان بتونم بفهمم کجا داره دیاستول انجام میشه و کجا داره پیک سیستولم رو داریم. الان میاد توی فاصله تی میگه من اینجا الان پیک سیستولم رو دارم، دیاستولم که معمولا توی 70-80 درصد این فاز دیاستولی که ما که بین پی و تی هستش داره اتفاق میفته. خب باید اول بیاد توی این فاز تصویربرداری رو کامل انجام بده توی تایم اینتروال های مختلف و بتونه بیاد سیکل قلبی و جریان خون رو توی این فازهای مختلف مقایسه بکنه تا بتونه که هم بهترین سیستول و هم بهترین دیاستول رو به دست بیاره. وقتی که تونست به دست بیاره و تونست تایم اینتروال بین این دو تا پیک رو به دست بیاره، منظورم پیک دیاستول و پیک سیستول، این دفعه این زمان رو مچ میکنه. این زمانی که به دست آورد دستگاه اوردر داده میشه فقط توی این دو تا زمان بیا تصویربرداری رو انجام بده و ما بقیه زمان ها کاملا اوت میشه و اینجوری الان ما هم فاز دیاستول رو داریم و هم فاز سیستول. پس اولین اکوی که ما میگیریم میاد اکوی سیستولیکه و میاد شریان خون رو در واقع خون شریانی رو کامل تیره نشون میده به علت دیفیزینگ سری و ما بقیه خون ها و بافت رو روشن نشون میده. توی فاز دیاستول که به علت همون سکند اکو داره گرفته میشه، اونجا این دفعه تمام بافت ها حالت تیره نشون داده میشه. از ساب ترک کردن این دوتا ما کاری که میکنیم فقط فاز شریانی رو میان دنبال میکنیم که به خوبی شما دارید اینجا مشاهده میکنید. این یک کات در واقع میشه گفت حالا سینگل کات ما در نظر میگیریم که اگر حالت 3D بخوایم دنبالش کنیم به خوبی میتونیم به این حالت فاز شریانی رو به دست بیاریم. همونجور که میبینید این داره فاز سیستول رو نشون میده که اینجا خون شریانی کامل تیره افتاده. فاز دیاستول داره نشون میده که هم خون شریانی هم وریدی روشن افتاده. از ساب ترک کردن اونها خون شریانی به دست میاد که توی حالا این سینگل کاته. وقتی که بخوایم مثلا 3D بیایم این حجم رو دنبال بکنیم به خوبی میتونیم یک تصویر 3D از بافت یا شریان مورد نظر داشته باشیم که یه نمای کرونال که شما دارید مشاهده میکنید. این در واقع توی این تکنیک معمولا از نماهای کرونال استفاده میکنن. پس به خوبی مکانیسم 3D EKG trigger test turbulence echo رو مورد بررسی قرار دادیم و فهمیدیم که به سیکل قلبی ربط داره، حتما باید این سیکل مشخص بشه. دو تصویر توی دیاستول و سیستول گرفته میشه، بعد عمل سابترکشن اتفاق میفته، به خوبی میتونیم الان عروق شریانی رو مشاهده بکنیم و بعد از اون و میتونیم حالا با توجه به عروق شریانی رو به دست آوردیم بیایم و وریده ها هم از این بافت استخراج بکنیم. خب چه محدودیت هایی میتونه این روش داشته باشه؟ یکی از محدودیت هایی که داره اسپشیال میسجستریشن هستش، چون زمان میبره انجام این کار تصویربرداری به این روش. اگر کوچکترین حرکتی بیمار داشته باشه میتونه که باعث بشه که ما میسجستریشن داشته باشیم و این تصاویر روی هم مچ نشه و در نهایت کیفیت تصویر ما کاهش پیدا میکنه و حتی باعث ایجاد بلرینگ میشه. و عامل بعدی زمان طولانی این کار هستش. برای اینکه ما بخوایم این زمان رو کاهش بدیم ناچاریم بیایم که از طریق پارال ایمیجینگ بیایم کار رو انجام بدیم، یعنی بیایم توی یک کار اسپیس رو توی در واقع تقسیمش بکنیم و به جایی که مثلا تمام خطوط فضای کار رو یک بار پر بکنیم بیاید فاکتور بگیره مثلا اون خطوط رو نصف بکنه، یک سوم بکنه یا یک چهارم بکنه، از طریق پارال ایمیجینگ بیاد سرعت تصویربرداری رو افزایش بده. مثلا اگه من 256 بود تلقا فیز انکودینگ هم بیاد نصف بشه مثلا 128 تا خط تلقا فضایی کار پر بشه. از این طریق بیایم مقداری زمان تصویربرداری رو
کاهش بدیم. و عامل دیگه اینه که ما باید بتونیم اپتیمال سیستولیک و دیاستولیک فیز رو دقیقا به دست بیاریم تا بتونیم دیلی تایم رو بین اون قشنگ محاسبه بکنیم و این دفعه بتونیم که تصویر برداری رو انجام بدیم. اگر تو این پروسه ما اشتباه بکنیم باز هم باعث ایجاد میسجستریشن میشه و دیتا هایی که به دست میاد دقیقا توی یک نقطه قرار نخواهند داشت. خب روش بعدی بالانس استدی استیت فریکوئنسیشن هستش که بهتون من توضیح دادم توی تکنیک استدی استیت گفتیم که این همی که روش هایی هستش که استفاده میشه. حالا بالانس استدی استیت یه روشی هست که میتونید گفتیم تصویر در واقع ترو تی تو ایمیج به ما بده یا تصویر تی تو واقعی به ما بده با توجه به که ویتش گرادیان هستش و از این روش توی آنژیوگرافی هم گفتیم استفاده میکنن. خب این روش هم میاد در واقع میاد اون فرش بلادی که داره وارد ناحیه مورد نظر میشه رو به تصویر میکشه و یه سیگنال روشنی رو میتونه از اون مشاهده بکنی. توی این تکنیک هم ما نیاز به آلای هیجی یا ریسپیریتوری گیتینگ داریم. با توجه به زمان تصویربرداری یکم طولانی هستش حتما هم باید ما این دوتا یا هیجی یا ریسپیریتوری گیتینگ داشته باشیم که فقط توی فازهای خاص بیاین تصویربرداری رو انجام بدیم و از این طریق اون میزان موشن آرتیفکت یا میسج استریشنی که قراره ایجاد بشه رو کاهش بدیم. برای این کار در درجه اول ما میگه اینورژن پارس اعمال میکنیم و تمام بافت های اون ناحیه مورد نظر 180 درجه میچرخن و در جهت منفی محور زد قرار میگیرن. سپس به تی آی به مدت 1200 تا 1400 میلی ثانیه صبر میکنیم تا در واقع نولینگ یا در واقع نور بکران سیگنال اتفاق بیفته، یعنی تمام سیگنال بافت امزیشون به حد صفر برسه و این دفعه ما بیایم پارسای بعدی رو اعمال بکنیم. تی آی رو گفتیم که یا 1200 انتخاب میکنیم تا 1400 میتونه وریشن داشته باشه. 1400 معمولا برای افراد پیر معمولا استفاده میشه و دلیلش هم اینه که چون پروتون هایی که در بافت های مورد نظر قرار دارن دیگه پروتون های فرش نیستن که بتونن سریع به اون حالت اولیه خودشون برگردن، زمان بیشتری نیاز دارن، به خاطر همین ناچاری تی آی رو براشون بیشتر در نظر بگیریم. اما معمولا میانگین 1200 در نظر گرفته میشه. خب وقتی که ما این پارس اعمال کردیم، الان وقتی که در واقع نولینگ فایز اتفاق افتاد و سیگنال تمام بافتا از بین رفت، ما میتونیم بیایم پارس مورد نظر که حالا بالانس استدی استیت فریکوئنسیشن هستش رو اعمال بکنیم. ولی قبل از اون ما میتونیم یه اسپکترال اینورژن پارس هم اعمال بکنیم که دقیقاً بیاد چربی رو دوباره خنثاش بکنه. چرا؟ چون ما 1200 میلی ثانیه که صبر میکنیم تا بافت کامل سیگنال امزی صفر بشه، چربی مقدار ایکاوی برایش اتفاق افتاده، پس ناچاریم بیایم یک اسپکترال اینورژن پارس دوباره اعمال بکنیم که مقصد چربی باشه و دوباره اون از بین ببره تا پارس اصلی که ما که هم حالا BSSFP یا برنس استادی استادی فریکوئنسیشن هست که میخوایم اعمال بکنیم دیگه فقط فرش بلاد داشته باشیم و بافت های دیگه نداشته باشیم. و اگر ما حالا تصویر رو برداریم مثلا تریدی انجام بدیم به خوبی میتونیم که عروق ناحیه مورد نظر رو مشاهده بکنیم. توی این روش دیگه جهت یا دیرکشن جریان خون برامون مهم نیستش و باید ببینیم که چیکار باید انجام بدیم که جریان خون وریدی به کامل خنثی بشه. خب توی این روش هم با توجه به این مکانیزم که انجام میدید که ما نیاز به سابترکشن نداریم، یعنی یک بار تصویر برداری میتونه همون کیفیت تصویر آی رو به ما بده. این دیگه نیاز نیست که حتما توی سیستول و دیاستول تهیه بشه، فقط توی یک فاز قبلی که قلبی که حالا معمولا توی اندیاستول تهیه میشه که و حداقل حرکت رو داره ما میتونیم جریان خوبی رو داشته باشیم. البته ما دقیقا نمیتونیم بگیم توی اندیاستول، توی اندیاستول هم ما متاسفانه مشکلی که داریم اینه که جریان خون شریانی ما هم شبیه خون وریدی میشه. پس بهتره که ما بیایم یک فازی به دست بیاریم که همون جریان خون سریع خودمون رو داشته باشیم، که خیلی وقتها امکان داره که بیان توی روش همون فاز سیستولی استفاده بکنن که جریان خون شریانی سریع باشه ولی خون وریدی کند باشه، که دلیلشو جلوتر من توضیح میدم.
ببینید الان میخوام روی این شکل بررسی بکنیم که ببینید برنامه استدیو سلف ریپرزنتیشن چجوری اجرا میشه. ما گفتیم که میام یک اینورژن پاس اعمال میکنیم، همونجور که میبینید الان میخوام اینجا از کلیه ها در واقع میخوام عروق آدرنال رو به تاثیر بکشن. ما میایم شریان رو تو این ناحیه میام یه اف او وی اعمال میکنیم که از زیر دیافراگم شروع میشه تا هولوش حالا کریستالیاک میتونه ادامه داشته باشه. کلیه های ما در این ناحیه قرار دارن. بعد اینورژن پارسی که ما اینجا اعمال میکنیم 180 درجه بافت میچرخونه و در جهت منفی زد قرار میده. 1200 میلی ثانیه ما میایم صبر میکنیم تا در واقع نولینگ فیز اتفاق بیفته، ناحیه ای که دیگه من در اونجا هیچ سیگنالی یا هیچ امزی از بافت های مورد نظر ندارم، کاملا امزی اونها صفر شده. اینجا الان ما میخوایم پارس اصلی خودمون رو اعمال کنیم، ولی مشکلی که داریم اینه که بافت چربی به علت تی آی کوچیک اون که گفتیم تی آی توی استیم معمولا ما 170 تا 180 میلی ثانیه، حالا از 160 شروع میشه تا 180 میلی ثانیه تی آی انتخاب میکنه، ولی تی آی ما اینجا 1200 در نظر گرفتیم. این یعنی که بافت چربی ما ریکاوری شده. پس قبلی که ما بیایم سکانس پارس اصلی خودمون رو اعمال بکنیم، ما میایم اسپکترال سچوریشن پارس یا اینورژن پارس رو میایم اعمال میکنیم که فقط بافت چربی رو دوباره بیاد 180 درجه بچرخونه و در جهت منفی زد قرار بده. خب پس اینجا دیگه من سیگنالی هیچ گونه امزی من نخواهم داشت و الان کاری که انجام میدیم اینه که ما میایم در واقع 3D BSSFP یا که مخفف همون برنامه استدیو سلف ریپرزنتیشن هستش رو اعمال میکنیم. همونجوری که تو این شکل میبینید تمام بافت های ما تو این ناحیه الان خونسا شده، ما هیچ گونه سیگنالی از این بافت دریافت نمی کنیم. تنها چیزی که میتونه به ما سیگنال بده فرش بلادی هستش که قرار وارد این ناحیه بشه که از طریق حالا خون شریانی داره تو این ناحیه وارد میشه. پس به خوبی این دفعه من میتونم تصویر داشته باشم که عروق شریانی رو به خوبی به من نشون میده، خون شریانی رو به خوبی به ما نشون میده. سوال اینجا اینه که خب الان گفتیم دایرکشن برامون مهم نیست، چرا خون وریدی رو به ما نشون نمیده؟ ببینید ما فاصله ای که از اف او وی برامون مهمه اینه که اف او وی از بالا آنچنان فاصله ای با کلیه ها نداره، ولی از پایین میزان فاصله اش بیشتره. دلیلش هم اینه که خونی که از بالا میاد علاوه بر اینکه سرعت بالایی داره دیگه به حالت اشباع هم نرسه، یعنی که اینقدر وقت نکنه که چند تا پارس موج پشت سر هم دریافت بکنه که به حالت اشباع برسه. ولی خون وریدی که الان ما اینجا میخوایم آی وی سی داره وارد میشه، این خون سرعت خیلی پایینی داره. پس وقتی که میاد وارد اف او وی مورد نظر ما میشه، چون چند تا پارس پشت سر هم داره دریافت میکنه، به حالت اشباع وارد میشه. پس در این حالت دیگه خون وریدی هم اینجا برای ما به تصویر کشیده نمیشه و فقط خون شریانی است که دیده میشه. اینجاست که ما بهتره که نیام توی فاز دیاستول تصویر برداری رو انجام بدیم، چون دقیقا تو فاز دیاستول انجام بدیم سرعت جریان خون توی آورت هم اومده پایین و حتی امکان داره که عمل اشباع براش اتفاق بیفته. البته این نکته هم حائز اهمیته، الان خون شریانی که من اینجا داریم سرعت خون در این در واقع رگ هولوش 100 تا 180 سانتی متر پر ثانیه هستش، ولی توی ورید عجف تهرفتانی یا آی وی سی این سرعت 20 تا 40. درسته که حالا آنچنانی تفاوت شاید نکنه، یعنی من اگه تو فاز دیاستول هم بگیرم چون تفاوت سرعت جریان خون توی دوتا زیاده شاید ما بتونیم تصویر خوبی داشته باشیم، ولی توی فاز سیستول اگه گرفته باشه مطمئنا این تفاوت چون خیلی فاحش‌تره میتونه جریان خون بهتری رو به ما بده و میتونه کنتراست بهتری رو به ما بده. پس همونجوری گفتیم چون فقط کلیه ها برام ملاکه، ما اینورژن پارس کامل یه باب یک اف او وی بزرگ براش در نظر میگیریم و اسپکترال رو فقط به محدود به همین ناحیه میکنیم، اسپکترال رو کوچک در نظر میگیریم چون هدفمون اینه که تو همین ناحیه بیاد در واقع عمل حالا اشباع شدن اتفاق بیفته. حتی امکان داره که حالا آنچنان هم مهم نیست که دقیقا تو همین ناحیه باشه که تو این شکل دارید میبینید، میتونه کامل اف او وی اسپکترال هم کامل بیاد در واقع مچ بشه با اون اف او وی بزرگتر، ولی اون پارس آخر که داره داده میشه با توجه به ناحیه‌ای که ما میخوایم تصویر برداری بکنیم تعیین میشه.
که این آبی در واقع همون بلانس استادیو سیت فری پلسیشن هستش که دقیقا داره، چون ما میخوام شریان آدرنال رو به تاثیر بکشیم، کامل محدود کرده به کلیه های مورد نظر. اگر شما بخوای عروق بیشتری رو ببینید باید اف او وی رو بزرگترش بکنید، اگر هم میخوای محدود به یک ناحیه باشه میتونید به خوبی اینجا کوچیکش بکنید. پس دوتا پارس اول فتوسد و حالا سلکتیو اینورژن، این دوتا رو ما میتونیم اف او وی بزرگتر براش در نظر بگیریم که اشباه کلی اتفاق بیفته و بافت مورد و پارس مورد نظرمون که هدفمون اینه که شریان خاصی رو تحریک بکنه فقط محدود به اون ناحیه بکنیم. خب همونجوری که اینجا داریم مشاهده میکنید این بلانس استدی استیت فری پلسیشن توی ورژن های مختلف برند های مختلف به نام های مختلفی داره ذکر میشه. فقط ما اینجا گفتیم میایم پایه کار رو به شما یاد بگیم و اینکه حالا توی ورژن های مختلف رو قراره به چه نامی ذکر کنن، یه جدولی وجود داره که تمام اسما داخلش اومده و شما اون رو میتونید داشته باشید که مثلا توی زیمنز به نام نیتیو و خیلی مطمئنم به گوشت خواهد خورد نیتیو تروفیسم، و توی فیلیپس هم که به نام بیترنس داره ذکر میشه، حالا توی توشیوا به نام تایم استیپ ذکر شده و توی جی هم به نام آی اف آی آر هستش که اینجا دارید میبینید. پس در واقع به خاطر سپردن این کلمات واقعا میتونه یک کار خیلی مشکلی باشه، ولی اگر ما پایه کار رو بدونیم که بفهمیم چجوری عمل میکنه، بعد میتونیم بیایم به اون جدول رجوع کنیم و ببینیم که توی برندهای مختلف الان چه اسمی برای این سکانس پایه در نظر گرفتن. روش بعدی کنتراست این هست امارای هستش. الان دیگه ما دنبال روش از ماده کنتراست استفاده بکنیم. خب توی تکنیک هایی که استفاده میشد برای حال پریفرال یا برای برن یا در واقع گردن، چه MRA چه MRB این روش ها مقداری زمان میگیره که حالا ما برای MRA و MRB داخل گردن و سر و گردن گفتیم حلوش 7-8 دقیقه به بالا زمان میگیره و توی اندام های دیگه هم میتونه بیشتر باشه، ولی یه مشکل که الان ما داریم حالا موشن آرتیفکت میتونه باشه یا میسج استریشن باشه. به خاطر همین خیلی وقتا میان همون کنتراست انهانس MRA رو درخواست میکنن. و مشکل دیگه هم که وجود داره اینه که این روش های تکنیک های MRA و MRV که وجود داره و توی این تکنیک ها از ماده کنتراست استفاده نمیشه، شاید برنج های رده دوم و سوم به بعد کمتر مشاهده بشن، یعنی عروق ریز رو به خوبی نتونیم مشاهده بکنیم. به خاطر همین کنتراست این هم MRA هنوز جایگاه خودش رو داره و از اون دارن استفاده میکنن. توی این روش اگر ما اف او وی کوچیک داشته باشیم، حالا مثل برین، گردن یا اف او وی های بزرگ، فرقی نمیکنه، میتونیم از این روش استفاده بکنیم. مقاطع تاثیرگذاری که انجام میشه میتونه ساجیتال باشه، کرونال یا آگزیال. این کامل به تکنسیان بستگی داره که به کدوم ویدیو بیشتر تسلط داره و میتونه تاثیرگذاریشو انجام بشه. یعنی خیلی امکان داره که الان به شما بگم که این روش بهتره که آگزیال انجام بشه و خیلی هم امکان داره که پلن های دیگه بگم. اون برمیگرده به توانایی تکنسیان که با کدوم پلن بیشتر کار کرده و الان میتونه تاثیرگذاری رو انجام بده. این روش بر پایه گرادین کار هستش، هم تی خیلی کوتاه داره و هم تی آر خیلی کوتاه. پس توی این روش ما کاری که میکنیم باید یه تاثیرگذاری انجام بدیم که فقط بیاین حالا یک فاز شریانی رو دنبال بکنیم یا یک فاز وریدی. زمان تاثیرگذاری ما امکان داره از اون پنجره حالا زمانی شریانی بزرگتر باشه، پس تنظیم کردن اون خیلی برای مهمه و برمیگرده به نوع پروتکلی که ما میخوایم استفاده بکنیم که انشاءالله جلوتر مورد بررسی قرار میدیم. پس با توجه به اینکه زمان تاثیرگذاری ما طولانی تره، از یک روشی باید استفاده کنیم که زمانی که ماده کنتراست از اون اف او وی مورد نظر ما داره عبور میکنه، دقیقا مرکز فضای کا شروع کنه پر شدن. چرا؟ چون مرکز فضای کا داره به ما کنتراست رو میده. پس اگر ما بتونیم جوری زمان بندی کنیم، مچ بکنیم که هنگامی که ماده کنتراست داره عبور میکنه مرکز فضای کا پر بشه، ما میتونیم یک کنتراست بسیار عالی داشته باشیم. به زمانی هم که ماده کنتراست رد شد رفت، در محیط فضای کا توسط باقی مونده زمان تاثیرگذاری پر بشه.
پس به این روش روش داینامیک ایمیجین میگیم. اینجور دارم مشاهده میکنیم کنتراست امارایی رو داره بررسی میکنه، سه روش براش در نظر گرفته، تست فلوس تایمینگ هستش، فلوروسکوپیک تریگرینگ هستش که ما همون بلوسرکینگ میگیم، و تایم ریزالو متد هستش. این سه روش توی کنتراست امارایی وجود داره. اولین روش تست فلوس تایمینگ هستش که کاملا شبیه سی تی هستش، تنها تفاوتی که داره دوز ماده کنتراستی که تزریق میکنه. این برای اول بار میان 1 تا 2 میلی‌لیتر ماده کنتراست به عنوان تست گروه تزریق میکنم. تصویر برداری صدا آگزیال انجام میشه، از یه مقطع خاصی روی گذاشته میشه تو اون ناحیه و میاد میزان پیک در واقع کنتراست انهانسمنت رو مورد بررسی قرار میده و پیک انهانسمنت رو به دست میاره، چه زمانی لازمه که پیک انهانسمنت به دست بیاد. بعد از اون مشخص میشه که دقیقا پیک انهانسمنت چقدره، یه مقدار دیلی بهش داده میشه، دقیقا شبیه سیتی آنژیو. حالا 18 میلیت ماده مابقی رو تزریق میکنن و این 18 میلیت با توجه به اون دیلی تایمی که در نظر گرفتیم براش الان میتونه امار آنژیو رو انجام بدیم. چه نقطه ضعفی داره؟ خب زمان تصویر برداری که طولانیه، چون دوبار باید تصویر برداری رو انجام بدیم. مقدار ماده کنتراست داره هدر میره، چون دوبار 1 تا 2 میلیت ما اول تزریق میکنیم، بعد میای ماده کنتراست اصلیمون رو تزریق میکنیم. به علتی که ما اول کار میخوایم ماده کنتراست تزریق کردیم، امکان داره که بکگراند کانتامینیشن اتفاق بیفته، به خصوص در قسمت رنال کالکشن سیستم. یعنی امکان داره که ما قشنگ اون قسمت رنال و کلیه رو ببینیم که انهانس شده، که همین 1 یا 2 میلی‌لیتر ماده کنتراست اونجا تجمع پیدا کرده. و عامل بعدی تغییر کاردیاک آوتپوت ما هستش، یعنی توی فاز اول که همون فاز بولوس تایمینگ بوده ماده کنتراست تزریق کردیم، کاردیاک در واقع ریت کاردیاک ریت ما مثلا حال حدود 65 بوده، الان که اومدیم حجم نهایی رو تزریق کردیم حالا کاردیاک ریت یا کمتر شده یا بیشتر، پس مطمئنا الان دیگه زمانی که ما میخوایم برای پیک تغییر کرده و اگر این اتفاق بیفته ما مطمئنا پیک انهانسمنت رو از دست میدیم. این نقطه ضعفایی که این روش میتونه داشته باشه. روش بعدی فلوروسکوپیک تریگرینگ هستش که هم بولوسرکینگ گفتیم، ماده یه تاثیر آگزیال یه ناحیه گرفته میشه، حالا حتما نباید آگزیال باشه، میتونه کرونار باشه یا ساجیتال، بستگی به توانایی اون تکنسین داره. خیلی ها این کار رو انجام نمیدن، از ساجیتال کرونار استفاده نمی کنن، چون میگن که ما تا بیاییم بفهمیم که ماده کنتراست وارد شده، تا بیاییم در واقع اسکن آخری یا نهایی رو آغاز بکنیم، امکان داره که ما پیک انهانسمنت رو از دست بدیم. روی آگزیار راحت ترین، همین که پیک انهانسمنت یا همین که تریشولد ما رو رد کرد ما اسکن رو آغازش میکنیم. پس این برمیگرده به توانایی تکنسین که چه کاتی الان باید بگیره، آگزیار، کورونار یا ساجیتال. حالا توی آگزیار من دارم توضیح میدم، توی آگزیار شما یه مقطع آگزیار تصویر برداری انجام میدی، روی میذاری، همونجور که توی سیتی تریشولد انتخاب میکردی اینجا هم همینجوره. تریشولد رو معمولا 20% بالاتر از بیسلاین در نظر میگیری و همین که تریشولد رو شکوند، ماده کنتراست یعنی به اون ناحیه رسید و شکوند، با 3-4 ثانیه دیلی شما اسکن نهایی رو آغاز میکنی و میتونی که یه حالا فلوروسکوپیک تریگرینگ از ناحیه مورد نظر، از شریان های ناحیه مورد نظر داشته باشی. روش بعدی تایم ریزالو متد هستش. توی دو روش قبلی که من گفتم مقدار ماده کنتراستی که تزریق میکنید، مثلا حالا برای شریان پرمونری میخوای هولوش 20 میلی تزریق میکنید، اگر بخوای برای پریفرال انجام بشه شاید هولوش 40 تا 45 میلی ماده کنتراست با تزریق بکنید، یا مثلا برای آی وی سی هولوش 30 میلی ماده کنتراست با تزریق بکنید. و اینو باید در نظر بگیرید که این ماده کنتراست مقدار زیادیه برای اینکه بخواید امارانجیو انجام بدید. ولی توی تایم ریزالو متد مقدار ماده کنتراستی که میخواید تزریق بکنید حالا میتونه بین 2 تا 4 میلی‌لیتر برای هر فردی در نظر گرفت، که این ماده خیلی کمه. یعنی شما اگه بخواید رنج رو در نظر بگیرید، مثلا برای پریفرال که اونجا هولوش 40 میزنه، اینجا 4 میلی 1/10. الان میریم بررسی کنیم که چجوری اتفاق میفته. ما توی تایم ریزالو دیگه دقیقا نیاز نداریم که بیایم دقیقا اون اریوال تایم رو در نظر بگیریم که بگیم آره باید حتما کات از اونجا هی مرتب تهیه بشه تا بفهمه که پیک انهانسمنت چقدره. دقیقا دیگه ما به این ناحیه نیاز نداریم. ما تصویر برداری رو شروع میکنیم، از قبل از اینکه
حتی ماده کنتراست تزریق بشه. هر دو سه ثانیه یک بار از اون ناحیه مورد نظر قصه برداری انجام میشه و تا آخر کار میتونه ادامه داشته باشه، یعنی ماده کنتراست وارد ناحیه مورد نظر بشه و نهایت تخلیه بشه. توی این روش ما میتونیم پری کنتراست، فاز ارلی آرتریال، آرتریال، لیت آرتریال و حتی وینوس فیز هم داشته باشه، یعنی فاز وریدی هم این دفعه داشته باشه. یعنی توی 4-5 تا رده ما میتونیم تصویر برداری رو انجام بدیم. و حالا هدف اینه که بررسی کنیم چجوری اتفاق قراره بیفته. پس اگر قراره که من بیام به صورت داینامیک رفتار ماده کنتراست رو دنبال بکنم، باید سرعت تصویر برداری خیلی بالایی داشته باشیم که به خوبی شما اینجا دارید مشاهده میکنید که این سرعت از کجا داره به دست بیاد؟ از طریق کیهال ایمیجینگ، یعنی فقط مرکز فضای کا داره تصویر برداری میشه. زمانی که ماده کنتراست داره وارد میشه، فقط مرکز فضای کا داره تصویر برداری میشه و مابقی اطلاعات باقی میمونه. نهایت این اطلاعات از جاهای دیگه کپی میشه و به اونجا منتقل میشه که جلوتر مورد بررسی قرار بگیره. پس هر چند ثانیه یک بار این تصویر برداری هی تکرار میشه و یه تصویر برداری از داینامیک یا سینمود ما خواهیم داشت. ولی نقطه ضعفی که داره یا اون تریدافی که داره اون تعامل بین تمپورال رزولوشن و اسپشیال رزولوشن هستش. تو این روش چون خیلی سرعت بالایی، یعنی تمپورال رزولوشن خیلی بالایی داره ولی اسپشیال رزولوشن پایین خواهد داشت. گفتیم تو این روش مقدار ماده کنتراستی هم که تزریق میشه میتونه حالا از 2 تا 4 سی باشه که با توجه به افراد مختلف فرق میکنه. برای اینکه سرعت تصویر برداری هم بخوام ببرم بالا، از روش پارال ایمیجینگ استفاده میکنم. اسلایت تیکنس هم هلوش 1 میلیمتر برای بافتای خیلی ریز، برای عروق خیلی ریز، و اگر ما بخوایم مثلا حالا شریان آر داشته باشیم تا 1.5 میلیمتر یا که هلوش حالا 1.4 تا 1.5 میلیمتر هست میتونیم افزایش بدیم. ولی هرچی این ضخامت کمتر باشه میتونه اسپشیال رزولوشن رو افزایش بده. توی این تصویر نگاه کنید، ما اومدیم از طریق کی هول ایمیجینگ و حالا 4 دایمنشنال داینامیک کنتراست این هست ام آر آی هستش، این تصویر برداری رو انجام دادیم. تصویر اول قبل از فاز تزریق انجام شده و می‌بینید که کل فضای کا پر شده. توی تزریق که داره انجام میشه برای فاز بعدیش فقط اومده مرکز فضای کا رو داره پر می‌کنه و این روش تا آخر کار، یعنی تا آخر فاز وریدی داره ادامه میده. و حالا این اطلاعاتی که اینجا خالی مونده رو میاد از همون اطلاعات اولی کپی میکنه توی این فضای کا. این کار توسط خود دستگاه داره انجام میشه، یعنی ما تکنسین دیگه توی اون دخیل نیستیم و فقط پس مرکز فضای کاهی مرتب داره رفرش میشه، اطلاعات جدید توی اون داره ثبت میشه و مابقی فضای کاه که حالا نبقی اسپشیال رزولوشن رو داره به ما میده، به بافتای اطراف رو داره به ما میده، داره از همون فضای اول کپی میکنه و ما و مرکز که مالا کنتراست برای مهمه با ورود ماده کنتراست هی داره پر میشه که این حالا این داینامیک اکویزیشن به نام تویست متد شناخته میشه، تریکس متد که معمولا هنوز تو ایران خیلی نیومده و ما فقط شاید چند مرکز داشته باشیم که از این روش استفاده میکنه. این روش مطمئنا خیلی سیف‌تره، میتونه ماده کنتراست بسیار کمتری رو تزریق بکنیم، به خصوص که بتونه داینامیک تصویر برداری انجام میشه، یعنی ما میتونیم از پری کنتراست تا فاز وریدی به طور کامل بیایم توی فازهای مختلف تصویر برداری رو انجام بدیم و ببینیم که توی هر فازی چه مقدار شریان پر میشه و خب اطلاعات پاتولوژیک و آناتومیک خیلی بهتری میتونه به ما بده که توی این تصویر داری مشاهده میکنید اومده با 1 میلی‌لیتر، 2 میلی‌لیتر، 3 میلی‌لیتر ماده کنتراست توی روش حالا در واقع همون کیهول ایمیجینگ اومده برای قرده یا تایم ریزرو متد بررسی کرده این روش رو و اومده با کنتراست این هست اماره که همون دو روش اول هستش که من ذکر کردم مقایسه کرده. ببینید که با افزایش غلظت تو 1 میلی‌لیتر ما کنتراست خیلی عالی داریم، با افزایش اون تا 3 میلی‌لیتر میزان کنتراست خیلی بهتر شده و شریان ها رو خیلی بهتر هم به ما نشون داده که با کنتراست این هست اماره که هلوش حالا 20 میلی‌لیتر ماده کنتراست اینجا تزریق شده رو مقایسه میکنه. 3 میلی‌لیتر و 20 میلی‌لیتر میلی تفاوت ماده کنتراست خیلیه، ولی در این حال کنتراست خیلی خوبی رو داریم ما 3 میلی‌لیتر مشاهده میکنیم. پس توی کنتراست این هست اماره ما یه پنجره آرتریال داریم،
این پنجره آرتری یا یک تایم زمانی بسیار کوچیکی داره برمیگیره که به خوبی دارید شما اینجا مشاهده میکنید. این فاز شریانی هست. پس اگر من بخواهم تصویر برداری انجام بدم، حتی توی تمام روش های کنتراست این هست اماره، اگر بیاد و توی فاز شریانی بخواهیم این قضیه رو دنبال بکنیم، ما باید بتونیم که پنجره زمانی رو بتونیم پیدا بکنیم، یعنی چقدر دیلی باید براش در نظر بگیریم که دقیقا تو شروع فاز شریانی ما تصویر برداری دقیقا تو همین نایه آغاز بکنیم که کیهال اومیجه ایمیجینگ انجام بشه، مرکز فضای کاه پر بشه و در نهایت حالا ماده کنتراست رد شده و ما بقیه فضای کار توسط بقیه در واقع همون اسپشیال رزولوشن یا اون اطلاعات محیطی پر بشه. پس سنجیدن این پنجره زمانی خیلی برای ما مهمه. اگر ما بیان کنتراست این اماره رو تو همون روش حالا تایم بلوز یا بلوز ترکی در نظر بگیریم، این باعث میشه که خیلی دقت ما باید بالا بره، خیلی بالا بره که ما اطلاعات اینجا رو میس نکنیم، چون دقیقا این پنجره زمانیه که ما نیاز داریم. ولی توی تایم ریزالو دیگه ما نباید، دیگه ما خیلی به اریوال تایم کار نداریم، ما میتونیم از همون ابتدا شروع به تصویر برداری بکنیم و تمام فازها رو، چه فاز پیکونتراست، فازهای شریانی و بریدی رو دنبال بکنیم و داشته باشیم. گاهی وقتا امکان داره هول بادی امارهی برای ما درخواست بکنن و اف او وی که ما داخل امارهای داریم هولوش 40 سانتی متره و الان ما اگر بخوایم کل فضای کار رو کاور بکنیم و کل بدن رو کاور بکنیم یه جورایی، نیاز داریم که این MRA به روش موبین تیبل انجام بشه، یعنی همزمانی که ماده کنتراست داره وارد میشه اسکن هم دقیقا توی همون ناحیه شروع به انجام بکنه. حالا میتونه تخ حرکت بکنه، یعنی تخ مرتب توی مرکز باشه و همینجوری که داره ماده کنتراست عبور میکنه اون ناحیه که کلن ماده کنتراست توی پیک هی توی مرکز باشه و اسکن هم دقیقا همون ناحیه انجام بشه تا ما بتونیم یک موبین تیبل MRA داشته باشیم. توی این روش هم با توجه به که سرعت اسکن ما خیلی باید بالا بشه، پس از طریق کیهول ایمیجینگ انجام میشه، یعنی فقط مرکز فضای کار هستش که حینی که ماده کنتراست داره عبور میکنه داره پر میشه و محیط فضای کار میتونه حالا با ادامه تصویر برداری و یا اینکه همون اول کاری تصویر پری کنتراست گرفته بشه پر میشه، مثلا این تصویر پری کنتراست از کل بدن گرفته بشه و در نهایت الان ماده کنتراست که داره تزریق میشه فقط کیهال ایمیجینگ انجام بشه، فقط مرکز پر بشه و الان بیا شریان ها رو به ما نشون بده یا برعکس شریان ها رو کامل ما بیا کیهال ایمیجینگ انجام بدیم و اون ناحیه رو دوباره بیا روش استن بکنیم که بتونه بقیه فضای کار رو پر بکنه. حتی که البته پری کنتراست میتونه بهتر باشه توی این روش و همونجور که دارید اینجا مشاهده میکنید، این الان داره میگه که با توجه به اینجکشن ریتی که ما داریم انجام میده توی این تصویر چقدر ما میتونیم اون تیوان شورترینگ رو انجام بدیم و چقدر میتونه کنتراست افزایش بده. یه نکته بسیار مهمی هست که توی الان کنتراست این هاست که هم MRA که ما داریم انجام میدیم ریت تزریق ما باید چقدر باشه. میبینید که ریت تزریق ما حدود از 1.5 به بعد آنچنان توی کنتراست تأثیری نذاشته، یعنی این اصلا نمیشه با سیتی مقایسه بشه. سیتی هرچی ریت میره بالاتر، حتی از 6 هم رد کنه بره بالاتر، میتونه کنتراست بیشتر افزایش بده، ولی خب چون خطرناکه ممنون از 6 به بعد بالاتر نمیبرن که اکسترابازیشن اتفاق نیفته. ولی توی MRA معمولا ریت تزریق بین 1.5 تا 2 هستش و بیشتر از اون افزایش بدن امکان داره سچوریشن اتفاق بیفته، یعنی آنچنان دیگه شدت سیگنال رو برای ما بالا نمیبره و نمیتونه کنتراست خوبی به ما بده. پس این یکی از نکته‌های مورد نظر هستش که حتما ما 1.5 تا 2 میلی لیتر بر پر سکند در واقع ریت تزریق ماده کنتراست باشه. این هم یه موبین تیبل MRA هستش که گرفته شده. میبینید که توی مالتیپل استیشن، توی چند تا استیشن، توی چند تا کات بزرگ گرفته شده و به خوبی میتونه که شریان ها رو مورد بررسی قرار بده. خب پس برای این که من بخوام حالا یه اندام پریفرال داشته باشم دیگه ریت ماده کنتراست که ما تزریق میکنم حالا یه 40 تا 45 میلی پات باشه که حالا جو 0.3 میلی مول پر کیلوگرم گفتیم و برای پورتال وین و همینجور آی وی سی هم باید حدود 0.2 میلی مول پر کیلوگرم باشه.
ولی توی تایم ریزارد MRI همونجور که توضیح داده شد مقدار دوز تزریقی خیلی کمتر خواهد بود، که ما گفتیم که اگر قرار حتی توی ست SF هم گرفته بشه با 4 میلیلیتر انجام بدیم کنه، و حالا نهایت اینه که ما تا زیر 10 میلیلیتر میتونیم کار انجام بدیم و باز مقدارمون خیلی نسبت به کنتراست این هست MRI که قرار 40 تا 45 میلیلیتر تزریق بشه تفاوت داره. پس اگر ما یه سیستمی داشته باشیم که تکنیک تویست یا تایم ریزارت MRI رو داشته باشه، هم ما میتونیم با حداقل دوز مود کنتراست بیایم یه تصویر برداری خوب انجام بدیم، دارای تکنیک رزولوشن بالایی باشه و همینجور اسپشال رزولوشن قابل قبولی داشته باشه. آرتیفکت هایی که توی کنتراست این هست MRI وجود داره، یکی سابکلاویان سودو استنوس آرتیفکت هستش، یعنی ما یه آرتیفکت کوچیکی، آرتیفکت ناشی از گرفتگی استنوزیس ممکن داره که تونایی سابکلاویان مشاهده بکنیم، که دلیل اون هم به خاطر اینکه ما میایم تزریق از دست چپ انجام میدیم. تزریق بهتره که همیشه دست راست انجام بشه که نزدیکی داره به قلب، راحت‌تر وریدهای سابکلاویان تخلیه میشن. ولی اینجا ببینید که هنوز ورید کامل تخلیه نشده، شریان ها شروع به پر کردن کردن، شریان سابکلاوی اینجا پر شده و روی هم افتادگی این دو تا رگ باعث میشه که ما حالت گرفتگی تو این ناحیه داشته باشیم و این آرتیفکت میکنه که پزشک رو به اشتباه بندازه. اگر هم بخوام که این آرتیفکت رو برطرف بکنیم، حتما باید این MRI های تکرار بشه که باید بیمار یه روز دیگه بیاد و این کار دوباره براش انجام بشه. پس حتما نکته رو مد نظر قرار بدید که بهتره که تزریق هم پیش از راست انجام بشه تا سریع ورید آلو سابکلاویان توی ناحیه تخلیه بشه، چون ورید سابکلاویان سمت چپ فاصلش بیشتره تا مد راست، ولی اگر سمت راست بزنیم زودتر وارد وقت میشه و این قسمت تخلیه میشه و این آرتیفکت رو اینجا مشاهده نخواهیم کرد. در حالی که از سمت چپ بزنیم سودو استنوزیس امکان داره که مشاهده بشه. برای تکرارش هم که حتما با یه روز دیگه این کار رو انجام بدیم. روش دیگه اسکنینگ تو ارلی هستش، خیلی سریع اسکن رو آغاز بکنیم. حالا ما بولسترکینگ یا بولست تایم گذاشتیم، ولی وقتی که ما اسکن رو آغاز میکنیم هنوز ماده کنتراست وارد FOV ما نشده و یه شکلی به ما میده که ما حالا با اون رینگینگ یا ماکی آرتیفکت میگیم که همون شخصی هست که ما در واقع این آرتیفکت رو کش کرده. این اسکن رو میشه دوباره سریع آغاز کنیم، سریع دوباره ما تکرارش کنیم، ریپیتش کنیم، از نو بگیریم، ولی خب این پروسه تکرار امکان داره 3-4 ثانیه زمان ببره و ما پیک این هنسفت رو از دست بدیم. اگر تکرار کردیم و خوب شد که هیچ، تا مشکل نداره بیمار میتونه بره، ولی اگر ما پیک این هنسفت رو از دست داده باشیم ناچاره که به بیمار بگیم یه روز دیگه بیاد و این کار رو براش تکرار میکنیم. روش آرتیفکت آخر آرتیفکت اسکنینگ تو لیت هستش، یعنی ما الان فاز شریانی میخوایم، زمان دیلی که براش در نظر گرفته زمان دقیق نبوده، بنان وریدهای ما هم پر شده که شما اینجا میتونید در واقع سایه های ورید رو مشاهده بکنید. البته این تاثیر خیلی تاثیر خوبی هستش، ولی اگه ما بخوایم به صورت استاندارد مورد بررسی قرار بدیم وریدها نباید مشاهده بشه، که شما دارید به خوبی سینوس های عرضی رو میبینید، ورید یوگلا رو دارید اینجا مشاهده میکنید، که اگر پزشک بگه که این تاثیر مورد قبول نیست، شما ناچارید که یه روز دیگه این MR رو تکرار. خب تا اینجا ما این پروسه رو مورد بررسی قرار دادیم، انواع MRI رو بررسی کردیم، آرتیفکت های موجود اون رو مورد بررسی قرار دادیم. امیدواریم که برای شما مثمر ثمر واقع شده باشه. موفق و معید باشید.